سلام سلام به شما عزیزان از واشنگتن. واشنگتن که چون دیگر مناطق آمریکا، دیگر شهرهای آمریکا در میانه کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور است. اوضاع رأی‌گیری در سراسر آمریکا عملا و پیش از مناطق دیگر در شرق آمریکا آغاز به کار کردن در ساعات نخستین بامداد، از ساعت 6 بامداد به وقت شرق آمریکایی رو هم بگم که پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه امروز در آمریکا پیشتر بسیاری به پای صندوق‌های رأی رفتن به دلایل مختلف. کسانی که مسافر بودند رأی خودشون رو پیشاپیش به صندوق ریختن، بیش از 30 میلیون نفر و نزدیک آماری هم بوده حدود 40 میلیون نفر از واجدین شرایط در این انتخابات. ترامپ یا هیلاری کلینتون، دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون، کدام یک جانشین پرزیدنت اوباما در کاخ سفید خواهند شد؟ چه پیامدهایی خواهد داشت اگر کلینتون، هیلاری کلینتون به کاخ سفید برود و یا اگر دونالد ترامپ؟ نظرخواهی ها نتایج مختلفی رو نشون میدن، بیشتر نشون دهنده پیروزی خانم کلینتون هست تا این لحظه. اما این نکته رو هم بلافاصله باید اضافه کرد که نظرخواهی ها در مجموع در آمریکا چندان مورد اعتماد نیست. به هر حال باید منتظر بود تا آخرین ساعات امشب که در شرق و غرب آمریکا حوزه‌های رأی‌گیری درهای خودشونو ببندن، شمارش آرا آغاز میشه لحظاتی دقایقی ساعاتی پیش از بستن درها، و به هر حال نتایج تا فردا به طور رسمی، فردا به وقت آمریکا به طور رسمی و قابل اعتماد منتشر خواهد شد. پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جهان چه خواهد بود در شرایطی که دو کشور دیگر، چین و روسیه، به عنوان قدرتمندان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی شناسایی شدند و اعمال نقش کردند؟ پیامدهای این انتخابات به ویژه برای خاورمیانه چه خواهد بود؟ و باز هم به ویژه یا به ویژه تر برای ایران و حکومت‌هایی مانند حکومت ایران؟ با من و شما هستند در نخستین بخش برنامه امشب تفسیر خبر، آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده سلام به شما. سلام به شما آقای چارلنگی، سلام به بینندگان شما در ایران، خارج از ایران، و خوشحال برای حضوری دوباره در برنامه شما بعد از مدتی غیبت. ما هم خوشحال هستیم که با ما هستید و مطمئنم بسیاری از بینندگان ما نیز، بینندگان تفسیر خبر. آقای تقی‌زاده، انتخابات آمریکا الان در بسیاری از کشورها دنبال میشه، به خصوص کارشناسان، به خصوص تحلیلگران سیاسی در خود آمریکا به کنار در کشورهای دیگه. نظر شما رو که مطمئن هستم به طور دقیق دنبال میکنین اخبار مربوط به این انتخابات رو و زیر ذره‌بین کارشناسی خودتون قرار دادید، این انتخابات چه ویژگی هایی از نظر شما داره با انتخابات پیشین ریاست جمهوری در آمریکا؟ حق با شماست آقای چارلنگی. من به نوعی مثل یک سرگرمی در کنار یک مسئولیت کاری انتخابات آمریکا رو دنبال میکنم. این سرگرمی من بود آقای چارلنگی از زمانی که به دبیرستان میرفتم. بیش از 8-9 دوره این انتخابات رو به عنوان سرگرمی و کار پیگیری کردم و انتخابات این بار شاید جاذبه بیشتری داره از انتخابات در دوره‌های دیگه، به این علت که متفاوت شده
با انتخابات پیشین با حضور دو نامزد غیر قراردادی. اگر خانم کلینتون به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، اولین رئیس جمهور زن آمریکا خواهد بود، 40مین 45مین رئیس جمهور آمریکا یک خانم خواهد بود که از لحاظی با وجود اینکه خیلی جوانما صورت خانم کلینتون شاید با ترتیباتی که داده شده، ولی یکی از سالمندترین کسانی خواهد بود که به کاخ سفید راه پیدا میکنه در آستانه 70 سالگی. و اگر آقای دونالد ترامپ انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور، جز معدود کسانی است که سابقه حتی یک روز کار اداری هم نداشته، هرگز به منصبی انتخاب نشده و از یک عقبه تجارت و اقتصاد میاد به سیاست و نگاهش نگاه ضد واشنگتن یا اون چیزی که میگن قدرت نهادینه شده، شعاری که مردم بریتانیا به دنبال اون بودن و موجب شد رأی این گروه از مردم، رأی غیر قراردادی مردم، بریتانیا رو از جامعه اروپا جدا بکنه، از اتحادیه اروپا بهتر بگم جدا بکنه، و یک تحول تاریخی و غیر قابل پیشبینی در اروپا به وجود بیاره، تحولی که هنوز چند ماه از عمر اعلام اون نگذشته بریتانیا رو با مسائل و مشکلات متفاوتی روبرو کرده و بزرگتر از اون اروپا رو با مسائل جدی روبرو کرده. احتمالاً آمدن آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید موجب خواهد شد که دوران تازه سیاسی در آمریکا آغاز بشه و این دوران تازه سیاسی به سراسر دنیا، من جمله کشورهای مطرح منطقه خودمون ایران و اسرائیل و عربستان سعودی، اثر وضعی قابل لمس بکنه. آقای تغییرزاده، ولی یک فرق اساسی یا غیر اساسی وضعیت آمریکا با انگلستان داره و اون این که در انگلستان به هر حال اعتماد به سیاستمداران، مجلس نشین‌ها، دولت‌ها، احزاب، رهبران احزاب بسیار زیاده، یا نسبتاً بسیار زیاده. در آمریکا عملاً چنین نیست. در آمریکا یک اکثریت خاموشی پدید اومده که همه به اصطلاح بی اعتماد هستن، این اکثریت خاموش به هر دو حزب، تقریبا دروغگو و صفاتی از این قبیل مترادف شده با سیاستمدار در آمریکا. یکی از نکاتی که در اینجا بسیار برش انگشت گذاشتن این که از خصوصیات این انتخابات اینه که به اصطلاح بیشتر رای دهندگان از بغض علیه اون یکی نامزد است که میرن به این یکی رأی میدن. این رو شما چطور واقع بینانه میبینید؟ حق با شماست، نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. البته وضعیت سیاسی، محیط سیاسی در اونچه که شما ازش به عنوان انگلستان یاد کردید و تردید ندارم منظورتون بریتانیاست که مجموعه است از انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی، مردم به دموکراسی پارلمانی باور دارن، اون رو جدی میگیرن، اون رو فاسد نمیبینن، در حالی که در آمریکا شاید به علت مجاز شمردن لابیگری افراد، کمپانی ها، حتی کشورهای خارجی و همینطور هزینه کردن پولهای زیاد برای انتخاب شدن و راه پیدا کردن به مجالس قانونگذاری، به پوستهای فرمانداری، به مقام رئیس جمهوری، مقدار زیادی سیاست آمریکا پول زده شده و هر کجا که پول هست فساد هم کنارش هست. ما میگیم فقر مادر فساده، ولی پول زیاد هم به نوعی مادر فساده و اون چیزی که امروز دونالد ترامپ دنبالش رو گرفته به عنوان یک نامزد غیر متعارفی، یک نامزد استثنایی، این است که واشنگتن و وضع موجود سیاست رو به چالش کشیده. میگه ما که حالا واشنگتن نشین نیستیم، میخواهیم به مرکز و مقر دولت بریم و راه و روال تازه‌ای رو در آمریکا پیش بگیریم. این راه و روال تازه به ما کمک میکنه که آمریکا رو دوباره قدرتمند کنیم، از معامله کردن و تجارت کردن با سیاست پرهیز کنیم. و عده زیادی هستن در آمریکا که این حرف رو پذیرفتن، هضم کردن، به دهانشون خیلی شیرین آمده.
نکته دیگری که این دو نامزد را از هم جدا میکنه و شما به اون اشاره کردی این است که هیچ کدوم از این دو نامزد نامزدهای محبوبی نیستن. خب ترامپ به علت اینکه مواضع غیر عادی انتخاب کرده و حرفایی که میزنه غیر عادی است، توی تلویزیون حتی ادای آدمهایی رو با نداشتن سلامت کامل در میاره یا بدترین اتهامات رو به خانم کلینتون میزنه و خانم کلینتون که سابقه طولانی اتهام به فساد مالی و غیر ذالک داره و داستان معروفش در کاخ سفید با شوهرش دیگه شهرت عام براش در دنیا فراهم کرده و به عنوان یک چهره پاک و تمیز و منزه سیاسی از او یاد نمی کنن. نخست وزیر بریتانیا یه آدم آرامی است، سر به زیر افتاده و کمترین اتهامی رو در هیچ زمینه به او نسبت نمیدن. مردم بریتانیا ممکن است که حامی او نباشن یه عده‌ای، ولی به او تهمت هم نمیزنن، در حالی که این اتهامات متوجه خانم کلینتون در آمریکا هست. نکته دیگری که آقای چالنگی این رو من رو به نوعی دل مشغول میکنه این است که واقعا بعد از انتخاب شدن رئیس جمهور آمریکا خودش رو رئیس جمهور همه مردم معرفی میکنه. خانم کلینتون شعار انتخاباتیش این است که ما با هم میتونیم دوباره آمریکا رو بسازیم یا با هم و متحد باشیم موفقیت بیشتری داریم. این شعار اصلی خانم کلینتون، در حالی که من به گوش خودم شنیدم و او رو روی صفحه تلویزیون 6 یا 7 روز پیش دیدم که میگفت من متنفرم از طرفداران آقای ترامپ و توضیح میداد که این طرفدارا چه خصوصیات بدی دارن. ولی وقتی انتخابات تمام میشه طرفداران آقای ترامپ که احتمالاً ممکنه 49% آرا رو بیارن اگر شکست بخورن و ایشون ممکنه 51% آرا رو بیاره یا 50% و اندکی، مردم آمریکا هستن. چطور ممکنه این خانم بعد از منصب رئیس جمهوری 49% یا 50% مردم آمریکا رو بگه من از شما متنفرم ولی میخوام که شما با من متحد باشید؟ آیا این امکان پذیره؟ این است که حتی بعد از انتخاب شدن هم به صورت استثنایی رئیس دولت بعدی آمریکا با فشارهای زیادی از داخل و همچنین از خارج روبرو خواهد بود. شاید وضعیت برای آقای ترامپ هم آسان تر از این نباشه، ولی اگر ترامپ بتونه مجالس قانونگذاری یعنی کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا رو همراه با خودش داشته باشه، شاید به تدریج بتونه جای پای آقای رونالد ریگان گام بگذاره و احتمالاً رئیس جمهور موفقی هم باشه. بسیار خوب، پرسش ها بسیار. من یک توضیح برای بینندگان عزیز بدم در مورد نام انگلیس، انگلستان و بریتانیا. کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی در زبانهای مختلف، حتی مثل آمریکا که فرانسه به اون اتازونی مثلا گفته میشه، اسمهاشون در زبانهای دیگه جور دیگه تلفظ میشه، مثل اتریش بسیاری از کشورها در ایران. به خصوص در مورد انگلستان در قاموس سیاسی ایران، فرهنگ سیاسی ایران این بوده، هست و خواهد بود که ایرانی ها انگلیس رو به عنوان کشور انگلیس، مجموعه آنچه که بریتانیا خونده میشه رو به عنوان انگلستان استفاده کردن و هرگز مگر به ندرت کلمه یا عنوان بریتانیا، به ویژه بریتانیای کبیر رو استفاده کرد. بنابراین وقتی گفته میشه، این رو من توضیح میدم برای بینندگان عزیزی که احتمالاً منطق یا گذشته فرهنگی این کلمه رو میخوان بدونن، این هست که ما در فرهنگ سیاسی ایران از صدر مشروطه به این سو و پیشتر نیست که جنبه دیگه ای داشت، همیشه به عنوان انگلستان اسم بود. بریتانیا بیشتر یادآور بوده برای ایرانی ها، درست یا غلط، عنوانی که یادآور نقش بریتانیا بوده در منطقه به عنوان، حالا نقش درست یا غلط، استعماری شناخته شد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. گفتگو میکنیم با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان. تا لحظات دیگر.
آقای تقی‌زاده، یه نکته مشترک خیلی حاشیه‌ای وجود داره، این که هر دو نامزد انتخابات هم به اصطلاح اهل نیویورک هستن، به نحوی از نیویورک میان، هم آقای ترامپ. و اشاره می یکی از موضوعاتی که ترامپ اشاره کرده، بسیاری از مردم آمریکا به اون اشاره کردن، این هستش که خانم کلینتون دارای تجربه هست اما تجربیات منفی بود. یعنی اون چرا که الان در خاورمیانه میگذره، عدم حضور آمریکا در به اصطلاح حل مسائل بین المللی، کم رنگ تر شدن نقش آمریکا از به اصطلاح جنبش های دموکراسی خواهی در کشورهای مختلف، اون چی که زیر این عنوان شناخته میشد، و بلبشویی که در خاورمیانه به ویژه هست و ناشی از سیاست های سیاستمداران رسمی از جمله خانم کلینتون دونستن. یعنی گفته خود آقای ترامپ هم اینو اشاره کرده که خانم کلینتون بله تجربه داره اما تجربیات منفی هست. تفسیر شما رو میشنویم. حق با شماست آقای چالنگی. اول بگم حق با شماست که بعد یک توضیح کوتاه بدم، اینکه من پشیمان شدم از اینکه در مورد بریتانیا و انگلیس توضیح دادم، هرچند خمینی اوایل انقلاب میگفت این شیر پیر بریتانیا و این البته استثنایی بود. در این توضیح شما گفتید که محل زندگی من هم انگلیسه، در حالی که من در اسکاتلند زندگی میکنم. این توضیح رو به این علت میدم اگر دوستان ایرانی یا اسکاتلندی من به خصوص، حق با شماست آقای چارلنگی. البته نکته ای که شما میگید مسئله است که دونالد ترامپ رقیب انتخاباتی خانم کلینتون هم به دفعات به اون اشاره کرده، اینکه اگر خانم کلینتون مدعی تجربه هست، این تجربه ها تجربه های خوبی نبودن. و در اثبات این قضیه باید گفت که زمانی که ایشون سناتور نیویورک شد، به علت این بود که شوهر ایشون جزء گردانندگان حزب دموکرات بود. معمولا وقتی یک رئیس جمهور به این مقام میرسه، در حزب خودش عملا نقش رهبری رو پیدا میکنه و کارگردانان اون حزب از عوامل اون میشن. و آقای کلینتون 8 سال این منصب رو در اختیار داشت و بلافاصله بعد از رئیس جمهوری زمین ساز انتخاب خانم کلینتون به عنوان سناتور نیویورک شد، اگرچه این دو در نیویورک زندگی نمی کنن، برخلاف دونالد ترامپی در نیویورک به دنیا آمده، اونجا کار کرده، به ثروت رسیده. اینها در جایی نزدیک به نیویورک هستند. ولی منصب سناتوری خانم کلینتون منصبی بود که به علت شوهرش به دست آمد و بعد از او نامزد شدنش در دور اول برای انتخابات رئیس جمهوری در ادامه منصب سناتوری باز به این علت بود. ولی کشتیبان رو اون موقع سیاستی دیگر آمده بود و باید فردی آفریقایی آمریکایی با مشخصات آقای اوباما به کاخ سفید راه پیدا میکرد و به این علت خانم کلینتون اندازه عقب رونده شد، ولی با این ضمانت که در دولت بزرگترین پست دولتی رو بعد از آقای اوباما عملا اختیار بکنه. البته مقام دوم معمولا به معاون رئیس جمهور متعلق، مقام سوم به رئیس مجلس نمایندگان. ولی واقعا در درون دولت مقام اصلی بعد از رئیس جمهور از نظر اجرایی متعلق به وزیر خارجه است و این پست رو برای 4 سال به خانم کلینتون دادن. ولی حاصل این 4 سال کار کردن هم حاصلی نبود که نه آقای اوباما به اون بتونه مفتخر باشه، نه خانم کلینتون بتونه به حتی به یک موردش به عنوان پیروزی شخصی اشاره بکنه. ولی در این پرونده نکات سیاه کم نیستن، من جمله قتل سفیر آمریکا و 3 دستیار اون در لیبی و توطئه‌ای که به هر حال گفته شد با اشتباهکاری عوامل سیاست خارجی به خصوص وزارت خارجه صورت گرفته بود. و این موضوع در گوش مردم آمریکا که کمتر به سیاست خارجی حتی علاقمند هستن انعکاس بدی پیدا کرده و در خارج هم طبیعتا این انعکاس وجود داشته. اگر خانم کلینتون مشهور به داشتن سابقه هست، این سابقه جزئی از کارنامه درخشان گذشته ایشون نیست. آقای تقی‌زاده، ببینید، خیلی در اینجا اشاره میکنن که حمایت از سازمان ها و گروه های اسلامی یکی از مشخصه های سیاست خارجی رؤسای جمهوری دموکرات هست، دست کم در چند دهه اخیر. اشاره میکنم به حمایت جیمی کارتر از آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی.
اشاره میکنن به حمایت خانم کلینتون و آقای اوباما از اخوان المسلمین در جریان آنچه که انقلاب نخست مصر نامیده شده و اقداماتی از این قبیل. این نگرانی برای خیلی هست، این انگشت اتهام متوجه خانم کلینتون هست پیش از رفتن احتمالی به کاخ سفید، و اینکه سر ستیز، گشودن باب ستیز با روسیه رو که عملا به نحوی در سخنرانی های ایشون هم منعکس شده، حالون که در اون ور قضیه اشاره هست به آنچه که دونالد ترامپ گفته، به اصطلاح پذیرفتن نقش روسیه چه مثبت چه منفی در منطقه، یعنی واقع بینانه نگاه کردن و وارد مذاکره شدن با روسیه به هر حال به عنوان یک قدرتی که در منطقه خاورمیانه به ویژه صاحب نفوذ شده، که باز هم تاکید میشه به خاطر سهلنگاری ها و سردرگمی های سیاست دولت اوباما. این در این زمینه رو شما چطور نگاه میکنید به دو نامزد؟ رؤسای جمهور آمریکا آقای چالنگی همیشه الزاماً دارای بینش و یا تجربه مناسبات خارجی نیستند. البته در این قاعده یک استثناء هست، ما نیکسون رو داریم که در دهه 70 قدرت رو به دست میگیره، سابقه معاونت رئیس جمهوری در دولت آیزنهاور رو داشته، با مسائل سیاست خارجی کاملا آشناست و او در کنار یک فرد شناخته شده بین المللی صاحب نظر مثل کیسینجر ظاهر میشه. با این حال مهر خودشو به مناسبات خارجی آمریکا میزنه. بعد از اون رؤسای جمهوری بعدی معمولا تیم حرفه‌ای یا شخص برجسته‌ای رو به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب میکردن، که در این مورد هم باز یک استثناء وجود داره و اون آقای کارتره که نه صاحب تجربه سیاسی خودش بود و نه تیمی که انتخاب کرد تیم برجسته‌ای بود. و یکی از زیانهای بزرگی که شاید امروز تحملش منجر شده به تحولاتی که امروز خاورمیانه شاهده انتخاب کرد. در مورد آقای ترامپ و خانم کلینتون، خانم کلینتون دارای سابقه هست، 8 سال کنار شوهرش بوده، با مسائل سیاسی آشناست، آدم باهوشی است، حقوقدان، بنابراین زمینه یاد گرفتن آموختن داره و به عنوان سناتور و وزیر خارجه 4 ساله هم در این زمینه صاحب تجربه است. ولی در طول مناظرات انتخاباتی با اشتهای کمتری وارد مسائل سیاست خارجی به خصوص کارنامه خود شده که خیلی کارنامه درخشانی نیست، در حالی که آقای ترامپ همه این بی‌تجربگی ها رو داره ولی بیش از هر مورد دیگری مسائل سیاست خارجی رو مطرح کرده، اون هم با نظر ناپخته خودش، ولی در این مورد مثل یک سنگ مرمری است که بعداً میخواد از درون اون یک مجسمه هنری خاص رو بیرون بیاره. او مثلا میگه که من با دنیا تجارت میکنم، با همکارانم هم تجارت میکنم، اگر که در اروپا شما سازمان ناتو رو دارید بیان سهم دفاع از اونها رو به ما بدن، منم از اونها دفاع میکنم، ژاپن اگر میخواد من چتر اتمی بالا سرش نگه دارم یا بره خودش بمب بسازه یا بیاد پول بمب رو به من بده. در مورد جمهوری اسلامی هم توافقی که آقای اوباما کرده بدترین توافق تاریخ معرفی میکنه، ولی در یک مورد نظر او در زمینه سیاست خارجی خیلی بحث‌انگیز شده و توأم با ابهام، و اون این است که ما روسیه رو باید به عنوان یک کشور دوست باهاش وارد یا طرف معامله داخل گفتگو بشیم و این میتونه وضعیت سیاسی خاورمیانه و مناسبات خارجی آمریکا رو در منطقه کاملا متحول بکنه اگر آقای ترامپ به کاخ سفید راه پیدا بکنه. آقای تغییرزاده، در مورد ایران و توافق هسته‌ای همونطور که شما اشاره کردین، ترامپ معتقد است که توافق بسیار بدیه، به زیان آمریکاست، و در ایران هم آیت الله خامنه‌ای و کسان دیگری هم نظر دارن که این توافق توافق بدیه و به ضرر حکومت ایران. آیا این دو نظر به هم نزدیکن یا نه از جهات مختلفی به این موضوع نگاه میشه و بیان میشه این نظرات؟ بدون تردید حرف مشترکی با دلایل کاملا متضاد مطرح میشه. اگر علی خامنه‌ای میگه که این توافق خوبی نیست برای اینکه فکر میکنه باید دستاوردهای بیشتری جمهوری اسلامی میداشت یا آمریکا تعهدات بیشتری در قبال جمهوری اسلامی
اتخاذ میکرد. حالا که اگر ترامپ میگه این توافق بدی است، منظورش این است که باید امتیازات کمتری به جمهوری اسلامی داده میشد و ضوابط کنترل جمهوری اسلامی محکمتر از اون بود که امروز هست و دست جمهوری اسلامی برای تکرار اون چه که در پیش بود در گذشته بسته میشد و این بستگی صورت نگرفته. حالا این موضوع که واقعا مفهوم این دو گفتار متضاد ولی به ظاهر مشترک چی هست، باید ببینیم بعد از انتخاب شدن هر کدوم از این دو نامزد وضعیت توافق اتمی که آمریکا با جمهوری اسلامی امضا کرده به کجا میرسه. به نظر من هر دو رئیس جمهور احتمالی مناسبات بسیار دشوارتر و سختگیرانه تری با جمهوری اسلامی خواهند داشت. اگر خانم کلینتون به منصب رئیس جمهوری برسه، تعهداتی که آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی پذیرفته و اون رو شاه کلید پیروزی 4 سال بعد از خانم کلینتون در سیاست خارجیش معرفی میکنه و این رو تاریخی معرفی میکنه، توی کارنامه خانم کلینتون نخواهد رفت و این بی‌تعهد بودن خانم کلینتون به تعهدات آقای اوباما باعث میشه که بر سر ایران در شروع کار با کنگره خودشو درگیر نکنه. کنگره که معلوم نیست که مطلقاً در اختیار حزب جمهوری خواه باشه یا اینکه حزب سنا مجلس سنای اون در اختیار دموکرات‌ها قرار بگیره. اگر خانم کلینتون رئیس جمهور بشه، چون مشکلاتی برای پیشبرد برنامه‌های داخلیش با مجلس نمایندگان و مجلس سنا خواهد داشت، بر سر ایران ایستادگی نمی‌کنه و کنگره‌ای که امروز در یک سال گذشته مدام فشار آورده که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال بکنه و آقای اوباما مدام این تحریم‌ها رو وتو کرده، حالا خانم کلینتون دیگه از حق وتو در برابر کنگره برای دفاع از ایران استفاده نخواهد کرد و این باعث میشه تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، دست ایران به معاملات دلاری نرسه و جمهوری اسلامی در وضعیت متفاوتی باشه. اگر آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، ضمن اینکه کارهای کنگره رو علیه جمهوری اسلامی تایید میکنه، امضا میکنه، علاقمنده که شرایط بیشتری رو هم علیه جمهوری اسلامی به عنوان تنبیه اعمال بکنه. آقای تغییرزاده، آقای آلن درشاویتس این جامعه شناس حقوقدان بسیار بسیار برجسته آمریکایی که قطعا شما میشناسید، استاد دانشگاه هاروارد هم هست ایشون، شب گذشته من مطلبی از ایشون دیدم قابل تأمل و اینکه به هر حال به انتخابات آمریکا هر طور نگاه کنیم، این انتخابات مطالباتی رو با خودش پیش آورده که ناشی از سرخوردگی دو حزب مردم هست، از دو حزب به اصطلاح اصلی در آمریکا، و این موضوعی است که باید نشست و دربارش مطالعه کرد و راهی براش جز که به بحرانی بزرگ که بنیادهای دموکراسی آمریکا رو مورد تهدید قرار میده تبدیل نشه. حرف ایشون باز این بود که در این انتخابات برای اولین بار هست که به طور گسترده شک برانگیخته شده نسبت به تقلب در شمارش آرا. و این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ در دموکراسی آمریکا برای نخستین بار شک رو به گسترشی پدید. جامعه آمریکا در حدود 200 و اندی تاریخش به صورت یک نواخت ادامه حیات داده. در طول چند سال گذشته که اروپا به خصوص با تحولات سیاسی روبرو بوده، آمریکا همچنان وضعیت موجود خودش رو حفظ کرده. هر موجودی وقتی پا به سال میگذاره با امکان انحراف روبرو میشه. به نظر من جامعه سیاسی آمریکا، جامعه آمریکا و رنگ سیاسی اون در حال تغییره. ما در همین چند سال اخیر شاهد مثلا تولد تی پارتی بودیم، ما حالا تولد آقای ساندرز رو شاهدیم به عنوان یک کاندیدای جدی که از چپ سیاست آمریکا برخواسته، چیزی که اصلا در آمریکا غیر عادی است مدافع چپگرایی باشه، در مقابل خانم کلینتون که مدافع شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور است. من تصورم این است آقای چالنگی، حتی بعد از انتخابات اون چی که خانم کلینتون به عنوان دور هم جمع باشیم و با هم متحد باشیم هرگز صورت نخواهد گرفت.
اگر کلینتون مبارزه رو ببازه با آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، یقینا یک خانه تکانی بزرگ در واشنگتن و در آمریکا صورت میگیره. ولی اگر ترامپ شکست بخوره، این تقاضاها برای تغییر در جامعه تشنه میمونه. ما باید هوشیار باشیم و ببینیم واقعا این سنت همیشه انجام شده تأیید انتخابات و رأی مردم و رأی رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور از طرف نامزد شکست خورده صورت میگیره. آیا آقای ترامپ تلفن خواهد کرد به خانم کلینتون، خواهد گفت که من انتخاب تو رو تبریک میگم و شکست رو میپذیرم، یا اینکه این تقاضاها با ساکت موندن آقای کلینتون و حتی آقای ترامپ و حتی ساکت نموندنش به عنوان تقاضاهای جامعه آمریکا برای تغییر همچنان باقی خواهد موند؟ آمریکایی هایی که از کمکاری، از صادر نکردن کالاهای خودشون، از وارد کردن کارگر خارجی، از نبودن درآمد به اندازه کافی، از تهدید مقامشون در جامعه جهانی ناراضی هستند و امروز میخوان به عنوان یک آمریکایی چهره گذشته خودشون رو زنده شده ببینن. سپاسگزار هستیم آقای تغیزاده، آقای رضا تغیزاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان، در بریتانیا، در اسکاتلند. با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. میهمان دیگر برنامه در بخش دوم برنامه آقای بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب از لس آنجلس خواهد بود. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستن در لس آنجلس آقای بیژن خلیلی. پیشتر در تفسیر خبر بودن، چه در صدای آمریکا و چه در ایران فردا. برای بینندگانی که احتمالاً آشنایی ندارن با نام و کار آقای بیژن خلیلی، مسئولیت های آقای بیژن خلیلی، این توضیح رو بدم که آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب هستند در کالیفرنیا که بسیاری شرکت کتاب رو به عنوان بزرگترین ناشر کتاب در خارج از ایران میدونن و همچنین مدیر مسئول نشریه ایران شهر هستند. نشریه ایران شهر سالیان سال هست که توسط شرکت کتاب و به وسیله با مدیریت آقای خلیلی در لس آنجلس منتشر میشه. خوشحالیم که آقای بیژن خلیلی به عنوان مدیر مسئول نشریه فورتیراژ ایران شهر با من و شما هستند و به عنوان یک ناظر سیاسی، تحلیلگر سیاسی که به دقت اوضاع آمریکا رو، روند انتخابات آمریکا رو دنبال میکنه، جویای نظرات و تحلیل آقای خلیلی خواهیم شد. به اتفاق شما خوش آمد میگیم آقای خلیلی در غرب آمریکا، کالیفرنیا، لس آنجلس. سلام به شما. درود بی پایان به شما جناب چالنگی عزیزم و درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا در هر جای جهانی که هستید. البته امروز سه‌شنبه 8 نوامبر، روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که من که شخصا حدود 36 سال است که در لس آنجلس اقامت دارم و در امریکا، شاید این پرهیجان انگیزترین یا هیجان آورترین انتخاباتی است که در امریکا اتفاق افتاده، حداقل تا اون چیزی که من ناظرش بودم تا امروز. سالهای آینده رو نمیدونیم، ولی به هر حال یکی از دلایل اینکه این انتخابات بسیار هیجان انگیز است، احتمالا تعداد به مراتب بیشتر کسانی است که در این انتخابات شرکت کردند و شرکت میکنند، چرا که تا همین دیشب حدود 41 میلیون نفر از پیش در
محلهای رأیگیری یا از طریق ابسن بلت یا رأی قیابی رأی خودشون رو به ستادهای انتخاباتی در ایالتهای مختلف داده اند و امروز هم شاهد خواهیم بود که همه در مکانهای رأیگیری در تمام ایالات امریکا شرکت بکنند و البته امیدواریم که بعد از ساعت 8 که غرب امریکا هم صندوقهای رأیش رو میبنده بتونن ریاست جمهوری و یا رئیس جمهور آینده امریکا رو دقیقا تعیین بکنن با توجه به الکترال کارتی که وجود داره. به حال ما هم به عنوان ایرانی مقیم امریکا که در ایالت کالیفرنیا زندگی میکنیم و همه ایالت های دیگری که ایرانیان زندگی میکنن به دو دلیل بسیار بزرگ براشون انتخابات اهمیت داره. یکی شرایطی که ایرانیان در داخل امریکا باش مواجه خواهند بود و دیگری هم سرنوشت ایران و سرنوشت حقوق بشر در ایران و سرنوشت حکومت استبدادی در ایران. بیشترین تعداد ایرانیانی که در خارج از کشور در امریکا زندگی میکنن آن ایرانیانی هستند که به مهاجرت آمدند و به خاطر این به مهاجرت آمدند که کشورشون دیگر جای امنی برای زندگی نبوده، کشور امنی برای آزادی نبوده و تحت ستم و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی مجبور به آمدن بیرون از ایران شدن و هجران در حقیقت در به این خاطر از ایران هجرت کرد. آقای خلیلی عزیز، واقعا پیامد این انتخابات رو برای حکومت‌های مثل ایران شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ اشاره کردید ولی جزئیات بیشتری رو، آیا رفتن خانم کلینتون به کاخ سفید یا آقای ترامپ به کاخ سفید تغییراتی در توجه کاخ سفید به مسئله نقض حقوق بشر در ایران پدید خواهد و تغییراتی در این زمینه به وجود خواهد و با توجه به اینکه مثلا در پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری جوانها در ایران میگفتن اوباما یا با ما یا با اونا، در همون موقع گفته شد که آقای اوباما با حکومت ایران، رهبران حکومت ایران در تماس بود و عملا جانب فریادهایی رو که در خیابانهای تهران تنها موندن نگرفت. این پیامدها رو چطور شما ارزیابی میکنید؟ در وهله اول باید قبول کنیم که جهان از اون مسیر یک قطبی بودن خودش پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بیرون میاد و یا بیرون آمده و دوباره جهان به یک سیستم قطبی حداقل تقسیم شده در حال حاضر، حالا ممکن در آینده سه قطبی بشه، یعنی چین کمونیست هم وارد این معرکه بشه. ولی در حال حاضر باید قبول کنیم که روسیه صحبتهایی رو داره برای اینکه خودشو به عنوان یک قطب قدرت نشون بده. اگر در خاورمیانه دقت بکنیم الان موضوع سوریه یک موضوع بسیار بسیار جدیه که آقای پوتین میخواهد که قدرت رو نشون بده، اعمال قدرت بکنه و بتونه سوریه رو از همچنان که در گذشته از کشورهای طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بوده همچنان در مسیر خودش نگه داره. امیدوارم که جواب طولانی نشه ولی باید این نکته رو بگم که آقای ترامپ در مبارزات پیش انتخاباتی خودش همیشه تاکید کرده که میخواهد معامله بکنه با روسیه و سر سوریه میخواد معامله بکنه، سوریه رو میخواد به همچنان نگه داره برای روسیه و به تبع جمهوری اسلامی هم که خیلی روشن به خصوص در سال گذشته و اتفاقاتی که افتاده در بلوک روسیه قرار گرفته. بنابراین آقای ترامپ میخواهد معامله بکنه و بدوستان بکنه سر کشورهایی که بین خودشون تقسیم میکنن، ولی اینجوری که حداقل در اظهارات خانم کلینتون ما میبینیم در مورد سوریه اعلام کرده که منطقه پرواز ممنوع میخواد اعلام بکنه و نشون بده که حاضر نیست که
ریاست بشار اسد رو بپذیره. ولی در مورد سوریه تفاوت های سیاسی بسیاری از بسیاری هم اوباما رو متهم کردن به خاطر سهلنگاری های واشنگتن بود که اوضاع سوریه به این حد رسید، وگرنه در آغاز میشد سوریه رو اجتناب کرد از رسیدن به چنین وضعیتی که امروز هست. گفتگو میکنیم با آقای بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب در لس آنجلس و مدیر مسئول نشریه ایران شهر، نشریه پورتیراژ ایران شهر در لس آنجلس. تا لحظاتی دیگر. آقای خلیلی، برگردیم به ایرانی ها که اشاره کردین. خب کالیفرنیا بیشتر جمعیت ایرانی خارج از کشور رو داره. تا اونجایی که شما میدونم به طور دقیق دنبال میکنید به ما بفرمایید که در هر دو اردوگاه هستن، آیا آمار دقیقی هست که چه تعداد از ایرانی ها به اصطلاح در این انتخابات فعال هستند یا اصطلاح رای دهنده هستند، و آیا هستند ایرانی هایی که چون انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هم هست برای سنا یا برای مجلس نمایندگان نامزد شده باشند، اگر در انتخابات هم در این دو مورد در کالیفرنیا هست؟ خدمت شما عرض کنم که اگر به سالهای قبل برگردیم میبینیم که ایرانی ها با اینکه سیتیزن و شهروند امریکا شده بودند همچنان علاقه ای به شرکت در انتخابات نداشتند. در اوائل سال 2000 در دفتری در جنب شرکت کتاب یک دفتری از صاحب ملک گرفتیم. من به اتفاق آقای هلمی و دوستان دیگری که بودند یک جریان را انداختیم که مردم رو تشویق میکردیم برای رجیستر تو ووت، یعنی ثبت نام بکنن برای انتخاب، چون کافی نیست برای اینکه آدم در امریکا در انتخابات شرکت بکنه فقط شهروند امریکا باشه، باید برای کار انتخاب، یعنی برای کار انتخابات باید حتما ثبت نام بکنه. در نتیجه این موضوع همینجوری البته ادامه پیدا کرد و سالها از اون موضوع از سال 2000 در حقیقت میگذره و امروز ما 16 سال بعد از اون اتفاق هستیم. با توجه به اینکه جامعه ایرانی به خصوص ایرانیان نسل جدید، نسل دوم و نسل سوم بسیار فعالن در امور سیاسی امریکا، این نوع برخورد جامعه ایرانی با مسئله انتخابات در امریکا بسیار عوض شده. بسیارانی ثبت نام کردن برای انتخابات و بسیارانی در این انتخابات شرکت می کنن، چه از به عنوان هوادار حزب دموکرات، چه به عنوان هوادار حزب جمهوری خواه، یا ثبت شده به عنوان یکی از این دو حزب، یا به عنوان افراد مستقل. در یکی دیگه از دلایلی که مردم ایرانی هم به این انتخابات علاقمند شدن این است که کاندیداهایی از طرف ایرانی ها در زمانهای مختلف در طی سنوات گذشته کاندید شدن برای پوزیشن ها و مقام های مختلف. امسال هم از کالیفرنیای جنوبی آقای پناهی برای کنگره امریکا داره فعالیت میکنه در اورنج کانتی، و البته برای بقیه مسائل مختلف شهری، مسائل مختلف کانتی و ایالتی امریکا دلایل بسیاری وجود داره که چرا ایرانی ها هم شرکت میکنن. مثلا برای منطقه شهر بیورلی هیلز که یک سوم جمعیت بیورلی هیلز رو جامعه ایرانی تشکیل میده و میخوان یک ساختمان دو طبقه رو به یک ساختمان بلند مرتبه تبدیل کنن و احتیاج هست که مردم به ولی در این مورد تصمیم گیری بکنند، به این دلیل همه رو تشویق کردن که ثبت نام کنن به عنوان یک شهروند و
برای کار انتخابات، و این موافق و مخالف این پروژه بسیار شدیداً در رسانه های لس آنجلس تبلیغ کردند که آرای هر کدوم بتونن آرای خودشون رو به دست بیارن از اهالی بیورلی هیلز. بنابراین موضوع انتخابات در امریکا برای جامعه ایرانی بسیار پر اهمیت و پر رنگ شده است. همونطور که آقای خلیلی اشاره کردن، در ایالت های دیگه هم چنین هست. این رو من همینجا بگم که ایالت ها برای سن ثبت نام کردن قوانین مختلفی داره. سالها هم بود که سن رای دهندگان در ایالت های مختلف فرق می کرد، الان تقریبا همه یکی شدن 18 سال. اما برای ثبت نام برخی از ایالت ها از 16 سالگی میتونن ثبت نام کنن، در انتخابات مقدماتی حزب ها شرکت کنن، ولی برای ریاست جمهوری باید اون موقع زمانی ثبت نام کنن که وقتی ریاست جمهوری هست بشه 18 سالشون. بعضی از 17 سالگی میتونن ثبت نام کنن، 18 سالگی رأی ریاست جمهوری بدن. ایالت جورجیا خیلی جالب هست که از 17 و نیم سالگی های خلیلی میتونن ثبت نام کنن برای انتخابات، یعنی 17 و نیم سالش که شد. به جای همه اینها اگر یه شورای نگهبانی میذاشتن کار ساده تر نمیشد در آمریکا آقای خلیلی؟ ولو شورای نگهبان از اون کارهای مندرآوردی خمینی بود که بتونه جلوی، یعنی هرچه بیشتر محدود کنه آزادی ملت ایران رو برای تصمیم گیری برای زندگی خودش و کار خودش. ببینید در یک سیستم دموکراتیکی که در امریکا هست البته که اشتباه میشه و اشتباه هم وجود داره، ولی خوبی این سیستم دموکراتیک اینه همیشه خودشو میتونه تصحیح کنه با سیستم هایی که وجود داره و روزنامه های آزاد، رسانه های آزاد، رادیو تلویزیون آزاد میتونن اینقدر مطلب باز کنن و آشکار کنن و روشن بکنن، سیستمی که اشتباه میکنه خودشو تصحیح میکنه. ولی در ایران متاسفانه هر اتفاقی که بیفته و هر اشتباهی که بشه، حتی اگر حسن نیت هم وجود داشته باشه، قابل عوض کردن و تغییر دادن نیست، به دلیل همین محدودیت آزادی و ستم و سرکوبی که وجود داره. در اینجا خب رسانه‌ها تا حد زیادی اون چرا که پشت پرده بود بیرون ریختن، به خصوص همزمان هم شد با ویکیلیکس و موضوعاتی که ویکیلیکس بیرون داد. اما در همین آمریکا هم یکی از تفاوت‌ها با انتخابات پیشین این بودش که رسانه‌ها بسیار جانبدارانه بودن، حتی در زدن اتهام به نامزد به اصطلاح مخالف خودشون چندان به اصطلاح ابایی هم نداشتن، یعنی از جانب به اصطلاح بی‌طرفانه به طرز خیلی افراطی خارج شدن. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ خدمت شما عرض کنم که رسانه ها به طور کلی در سیستم آمریکا به دو جور عمل میکنن. یه بخش نیوز دارن، یعنی به صورت خبر، که خبر رو منعکس میکنن از هر کمپین سیاسی، چه کمپین مال دموکرات ها باشه چه مال جمهوری خواه باشه، سعی میکنن که قسمت خبر و ریپورت رو جدا از ادیتوریال و سردبیری نگه دارن. من حداقل در مورد تمام روزنامه های بزرگ که نسبتا مطالعه میکنم، مثل نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و بقیه روزنامه های بزرگ ایالت های بزرگ مثل واشنگتن پست، اینها قسمت نیوزشون به طور کامل از قسمت ادیتوریالش جداست، یعنی نیوز رو به طور کامل پخش میکنن و از هر دو کمپین و یا همه کمپین هایی که وجود داره. ولی در مورد ادیتوریال البته که جانبداری کردنشون خیلی طبیعیه و هر سیستم روزنامه یا هر سیستم رسانه برای خودش یک نوع استقلال رو طلب میکنه و احساس میکنه که میتونه در زمینه‌های مختلف به خصوص در زمینه‌های انتخابات نظر خودش رو منعکس بکنه قسمت ادیتوریال. بنابراین این دو جنبه رو در رسانه‌های امریکا بایستی در نظر داشت و به نظر من به طور کامل کار درستی رو انجام میدن.
که جز این هم نیست، یعنی نمیتونه باشه. وقتی یه سردبیر یک روزنامه یا دبیری از روزنامه، دبیر سیاسی، یک نظر سیاسی ویژه ای داره، خب اون نظر سیاسیشو باید بتونه منعکس بکنه. ولی خب البته در حجم خبری که راجع به این نامزد یا اون نامزد پخش میکنه، خبر رو پخش میکنه، و تعداد که برای این نامزد یا اون یکی نامزد پخش میکنن، خود همین هم نوعی جانبداری بعضی وقتا تلقی میشه، یا خبر رو کدوم رو اول ببرن، دوم، سوم، یا در چه ساعتی بیشتر اون خبر رو پخش کنن، بحث تکنیکی است که امیدواریم یک روز دیگری، شب دیگری در همین برنامه با آقای خلیلی به همین موضوع بپردازیم. اما از هر چی بگذریم آقای خلیلی، جدا از شلوغی انتخابات، به طور کوتاه بفرمایید تازه چه خبر در عالم انتشار کتاب، شرکت کتاب که بله، عالم انتشار کتاب یک موضوع حساس بسیار مهمی برای حداقل ما کتابیون هست اینجا، و یک شرایط جدیدی به وجود آمده است برای اینکه بتونیم کتاب بیشتری منتشر بکنیم، و اونم کتاب‌های دیجیتاله، به خصوص دوستانی از داخل ایران که نمیتونن کتاب‌هاشون رو در داخل ایران منتشر بکنن، سعی میکنن که کتابشون رو به شرکت کتاب بفرستن به صورت فرض کنیم PDF، و ما به صورت دیجیتال در سایت kitab.com و البته با تکنولوژی گوگل پلی آمادش میکنیم و پخشش میکنیم برای سراسر جهان. بنابراین کتاب از لحاظ اینکه به صورت کلاسیک محدودیت داشته باشه برای تعداد انتشار و برای تعدد عنوان، امروزه میتونیم عناوین بسیاری رو در زمان بسیار کمی روانه بازار بکنیم که مردم در قسمت‌های مختلف بتونن و در جاهای مختلف جهان بتونن از این روش استفاده کنن با کمترین هزینه. مثلا فرض کنید یک کتابی که به طور عادی حقوق 400-500 بگ، حقوق $30 قیمت کاغذی و کلاسیکشه، و اگر بخوایم مثلا به اروپا پست بکنیم یه چیزی حدود $30-35 هزینه اونجا داره، یعنی یک کتاب به راحتی $60-65 هزینه پیدا میکنه، با دیجیتال شدنش حد اکثر با زیر $10 میشه این کتاب رو مطالعه کرد. از سوی دیگه الان یک اتفاق خجسته‌ای که افتاده که با سانسور داخل ایران داره مبارزه میکنه همین کتاب های دیجیتاله، یعنی دوستانی که در داخل ایران هستن از طریق یک نام کاربر در خارج از کشور که فامیلش باشه و یک کلمه عبور یا پسورد، میتونن به یک کتاب دیجیتالی که در داخل ایران اجازه ورود نداره کتاب بتونن دسترسی پیدا کنن و به راحتی بخوننش. آقای خلیلی، وقت ما متاسفانه کم هست، به طور خیلی کوتاه میتونن شعرا نویسندگان کتاباشون رو برای شما بفرستن و شما منتشر میکنید، درسته؟ البته به وبسایت kitab.com مراجعه بکنن و اونجا ایمیل هست، میتونن به ایمیل شرکت کتاب با ما در مکاتبه و در تماس باشن. گذشتن از سد سانسور، تکنولوژی برتر از سانسور آمد پدید. سپاس از آقای بیژن خلیلی در لس آنجلس در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و با سپاس از شما آقای چالنگی عزیز و تلویزیون ایران فردا. به امید دیدار در برنامه‌های آینده تفسیر خبر. با ما در تماس باشید، راجع به موضوعاتی که در این برنامه و برنامه‌های دیگه تفسیر خبر مطرح شد در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، از طریق شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون خودتون می‌بینید پیاماتون رو برای تفسیر خبر بگذارید، قید کنید که این پیام برای تفسیر خبر هست تا در برنامه پنجشنبه شب بازتاب داده بشه. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوند کو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.